شاین الان موت شده با قضیه اسید پاشی شوخی میکنن، آب میپاشن تو صورت دخترها تو خیابون. این شوخی کثیف رو با منم امروز کردن، خیلی ترسیدم، گفتم دیگه صورتم نابود شده، نمیتونم توصیف کنم تا چه ترسیدم، وحشتناک بود. این جملات دختر جوانی است که در توییتر برایم نوشت. دوباره آن شعر از مارتین نیمولر در برابر چشمانم رژه میرود. اول سراغ کمونیست ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض براید. عزیز باور کن سکوت آخرین سنگر نیست. تجویز سکوت برای یک جامعه عقیم شده در بهترین حالت مانند مورفین برای معتاد هروئینی است. حالا جامعه ما معجونی است از بی‌تفاوتی و تمسخر. جامعه‌ای که ابتدای دهه 60 قتل عام سربازان و درجه‌داران و نظامیان دوره پهلوی را دید و سکوت کرد. بعد مجاهد و فدایی را قتل عام کردند و سکوت کرد. بعد کردها را تکه تکه کردند و سکوت کرد. بلوچستان را تحقیر کردند و سکوت کردیم. ترک ها و گیلگ ها و لور ها را به مسخره کشاندند و سکوت کردیم. سال 67 آمد و کیلو کیلو انسان را کشتند و خاوران غمگین و فراموش شده و سکوت کردیم. 18 تیر بی سرانجامی نشستیم و بی پناهی دانشجویان را نگاه کردیم و سکوت کردیم. قتل های زنجیره‌ای شد و سکوت کردیم. وای جان آدم آتش می گیرد وقتی محمد مختاری و پوینده و سیرجانی ها را به یاد می آوریم. بعد جنبش سبز شد و نوشابه ها شمشیر شد و در ما تحت معترضان فرو رفت و سکوت کردیم. این اواخر زندانیان را لخت مادرزاد در زندان به نمایش گذاشتند و سکوت کردیم. حالا روی دختران و زنان و خواهران و عزیزانمان اسید می پاشند. باز هم سکوت می کنیم؟ نه، راه حل بهتری نیز هست. فلاکتمان را به مضحکی می کشیم، بازی می کنیم. کسی روی مردان و پسرانمان که اسید نپاشیده. زن مگر چیزی بیش از چند سوراخ برای تخلیه مردان است؟ سکوت نمی کنیم، مسخره می کنیم. آب وحشت روی صورت دخترانمان می پاشیم تا از یاد نبرند در کجای جهان نفس می کشند. انسان آن فراموش شده ترین مفهوم، آن غائب لگد مال شده و لجن مال شده زیر عناوین دین و میهن و اخلاق است. سیستم اسید پاش امید و تدبیر را در شیشه های پلاستیکی روی صورت قربانیان منتخب می پاشد. رسانه ملی سکوت می کند، دولت سکوت می کند. آنها هم که تصور طعم اسید را نمی شناسند، موضوع را به مسخره و شوخی می کشند. تعجب نکن عزیز، این حقیقت ماست. ما از چهره های له شده قربانیان اسید متنفریم، چرا که ظاهر آنها شبیه باطن ماست، تخریب شده، بیمار و زشت.